شما بینندگان تلویزیون برابری، با رفیقم ایوب رحمانی هستم. ایوب جان خوش اومدی به برنامه. خواهش میکنم و متشکرم از دعوتتون. ایوب جان، اول ماه مه داره میرسه، هم در واقع جشن و هم تظاهرات و هم اکسیونه. بستگی داره در کجای جهان ایستاده باشی، یا باید مثل اسپانیایی ها و یونانی ها بیاین خیابون علیه سیاست ریاضت اقتصادی و سیاستی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی داره اعتراض کنی، یا مثلا در انگلیس باشی علیه دولت در واقع ائتلافی چیز کنی، یا در ایران که اعتصابات و یعنی تظاهرات در واقع تا حد زیادی ممنوعه و به شکل‌های مختلف هست. ضمن تبریک به تو و همه بینندگان تلویزیون برابری، سالی که گذشت اول ماه مهر رو چجور برگزار کردن و چه شاخصهایی رو شما در سالی که کارگری که ما از سر گذروندیم رو به نظرت میرسه؟ من فکر میکنم بهتر یه نگاهی بکنیم مثلا در سال گذشته، به خصوص تمرکز کنیم به ایران، چون اگه بخوایم در سطح جهانی به مسئله ببریم شاید حالا یه وقت دیگه باشه به بخشی از مسائلی که کارگرها در سطح جهانی باش روبرو هستن بپردازیم. البته خب مسئله کارگران ایران جدا از سرمایه‌داری جهانی نیست، میدونیم که الان دیگه خب سیاست‌های اقتصادی که دارن اجرا میکنن بورژوازی در سطح جهانی داره اجرا میکنه همه جا یکسانه و خب تأثیر تقریبا میتونم بگم یکسانی هم حالا با شدت ها و ضعف های متفاوتی رو کارگرها میذاره. ولی به نظرم به در رابطه با اگه متمرکز کنیم به اساسا بریم هم رو متمرکز بشیم متمرکز کنیم رو مسئله رو ایران، ببینیم در سال گذشته به هر حال معضلات عمده ای که کارگران باش یعنی به معنی طبقه کارگر باش مواجه بود چی بود و اشکال مبارزاتیشون به چه شکل بود و این شاید به ما یه ایده‌ای بده که یه چشم‌اندازی در واقع داشته باشیم از شکل مبارزاتی که ممکنه در سال جدید کارگرها داشته باشن و اینکه بتونن از تجربه قبلی خودشون استفاده بکنن یا از تجربه قبل سالی که گذشت کارگرهای دیگه بتونن از تجربهشون استفاده کنن و همینطور فعالین کارگری یه جنبندی داشته باشن از این تجربه. اینه که من فکر میکنم متمرکز کنیم به ایران. مثلا من اگه به عنوان نمونه بگم، مثلا ما در سالیان پیشتر اول ماه مه رو تا حد زیادی توسط اتحادیه‌های غیر رسمی و تشکل‌های مستقل کارگری ما به اشکال گوناگون در می‌دیدیم که برگزار می‌کنن اول ماه مه رو و قطعنامه‌هایی رو ارائه می‌کنن، قطعنامه‌هایی که اساساً برای تمرکز داشت روی آزادی تشکل‌های کارگری، تشکل‌های سنفیشون، مسئله بازگشت به کار و حق کار و خصوصاً مسئله افزایش دستمزدها و مقابله با این عدم پرداخت دستمزدها. تصویرها در واقع همچنان یک تصویر دوباره یک تصویر در حال اجراست با شکل وحشتناک‌تری. تصویر سال گذشته چطور بود؟ یعنی ما می‌بینیم که وضعیت اقتصادی که بدتر شد، وضعیت اقتصادی بهتر نشده بود. شما چطور دیدید این حالت؟ بله، ببینید مثلا رو سه چهار تا از این معضلات یا از این شاخص‌هایی که به هر حال زمینه ای شد برای اینکه اعتراض کارگری شکل بگیره در ایران میتونیم بهش نگاه کنیم. یکی از مسائل همونجوری که خودت هم گفتی مسئله سطح دستمزدها بود. میدونید سال گذشته یعنی برای سال 92 دستمزدی که اعلام کرده بودن از طرف شورای عالی کار خب 487,000 تومان. خب اگر شما نرخ تورم رو در نظر بگیرید، یعنی در طول سال 92 رو داریم میگیم، طبق آمارهای رسمی تورم در آخر سال رسید به 37%، یعنی تورم نقطه به نقطه، ولی طبق آمارهای دیگه که واقعی ترن که اقتصاددانان مستقلی نشون دادن و تحقیقات دیگه نشون میده، این که یا واقعا زندگی روزمره مردم نشون میده، بیش از 50% در واقع ما با نرخ تورم 50% روبرو بودیم. یعنی اون دستمزد
487,000 تومانی که در اول سال یا در آخر سال 91 تعیین کرده بودن، در آخر سال میشد 250,000 تومان. در نتیجه یکی از خواستهایی که و با اون دستمزد خوب نمیشه زندگی کرد، یعنی واقعا نمیشه زندگی کرد. در نتیجه یکی از خواستهای که مطرح شد در جنبش کارگری ایران به بین کارگرها به طور کلی مسئله افزایش دستمزدها بود. ما شاهد چند اعتصاب و اعتراض نسبت به سطح پایین دستمزدها و درخواست برای افزایش دستمزدها بودیم. من برای اینکه حالا وقت نمیشه فقط نمونه اشاره کنم، مثلا کارگران پتروشیمی بندر امام در ماه مهر دست به اعتصاب زدن و خواهان افزایش دستمزد 32% شدن. یک ماه بعدش بعد دوباره کارگران پتروشیمی بسپاران دست به اعتصاب زدن و چیزی حدود 1500 نفر از کارگرها دست به اعتصاب زدن و خواهان افزایش دستمزد شدن. کارگران نیبر هفت‌تپه خب دست به 2500 نفر از کارگرها اگر اشتباه نکنم دست به اعتصاب زدن و خواهان افزایش دستمزد شدن. همین اخیراً در آذر ماه کارگران چادر ملو، کارگران معدن، 2000 نفرشون دست به اعتصاب زدن و خواهان افزایش دستمزد شدن. این نشون میده که خواست افزایش دستمزد یکی از خواستهای کارگری هستش و کارگرا در رابطه با مسئله دستمزد، در رابطه با افزایش دستمزد به صورت دست جمعی و بحث این نیست که چند تا فعال کارگری فقط اعتراض کردن. البته اینم مهمه و فعال کارگری هم اعتراض کردن. من مثلا برای نمونه اشاره کنم در همین آذر ماه خب همان کنندگان تومار اعتراضی به اضافه کارگران شرکت واحد خود رفتن جلوی سفارت وزارت کار و حساب کردن چی اعتراض کردن به سطح دستمزد. ولی اون چیزی که من داشتم میگفتم اینه که این اعتراض گسترده است، یعنی در محیط های تولیدی در واحد های صنعتی بزرگ کارگرها سر مسئله افزایش دستمزد دست به اعتراض زدن، دست به اعتصاب زدن. این یکی از محورایی بود که ما شاهد این اعتراضا بودیم. حالا محورای دیگه هم هست. مثلا خود این مسئله دستمزدها، یعنی ما الان خود همه این در واقع جالب، یکی از اصلاح طلبان حکومتی اون گفته بود که حتی این خط مرگ اماد باقی، این دیگه خط فقر نیست. یعنی خیلی از مسئله 1,500,000 تومان حرف میزنن در حالی که چیز زیر با 480,000 تا، اینه که در واقع شما تحمیل میکنید به خانواده ها که در واقعا بدترین شرایط اقتصادی کار کنن و دستمزدی نداشته باشن. این علاوه بر طیف میلیون ها نفری که بیکارن، یعنی در ما با یک پدیده اجتماعی روبرویم که میلیون ها نفر بیکار و میلیون ها نفر کار میکنن که در زیر خط مرگ یا حتی اگر به رسمی تر بگیم خط فقر دارن زندگی میکنن. این چطور میتونه یک وجدان عمومی رو علیه سیاست فقر، سیاست گرسنگی دادن مردم میتونه چیه سازمان بده؟ این چطور اینه مثلا ارزیابی میکنه؟ بله، اون دستمزد حداقل دستمزدی که تعیین کردن برای سال 93، سالی که درش هستیم، 608,000 تومان. خب همینجوری که خودتون هم اشاره کردی، این یک سوم پایین‌تر به یک سوم اون هزینه زندگی رو کفاف نمیده. هزینه زندگی یک خانواده کارگری رو حساب کنیم طبق آمارهای خود رژیم، طبق آمارهای رسمی مثلا بانک، اگر اشتباه نکنم بانک مرکزی اعلام کرده بود یا اداره آمار، سازمان آمار گفته بود هزینه خانواده متوسط در ایران 1,700,000 تومانه. خب دستمزدی که تعیین کردن 600,000 تومان حداقل دستمزدی که تعیین کردن، شورای عالی کار تعیین کرده برای امسال. خب مشخصه این یک سوم اون خط از ایناست. خب عملا خب خانواده کارگری قادر نیست با این دستمزد زندگی کنه و به همین دلیل به نظر من یکی از عرصه‌های مبارزه در سال جدید مسئله دستمزدها خواهد بود. یعنی ما منطقا باید انتظار داشته باشیم که مسئله دستمزدها و اعتصاب، اعتراض، تجمع کارگری برای افزایش دستمزد
یکی از خواسته های کارگری خواهد بود. خصوصا ما با غیر از این مسئله خود این، ما با مسئله دستمزدهای عقب افتاده و دستمزدهای پرداخت نشده هم روبرو هستیم. بله دقیقاً. ببینیم همین می‌خواستم اشاره کنم، در سه تا گفتم در موزل چند تا موزل رو میتونیم بهش انگوش روش انگوش بذاریم و مبارزه که کارگر کردن رو همون نکته‌ای می‌خواستم بپردازم که خودت اشاره کردی. مثلا یکیش مسئله دستمزد بود که فقط کوتاه اشاره کردم بهش. مسئله دیگه مسئله بسیار عدم پرداخت به موقع دستمزدها بود. بعد این فقط شامل یک واحد تولیدی و دو واحد تولیدی هم نبود. ما مثلا دوستای ما این گزارش هایی که می اومده این آمارش رو در آوردن و این آمارش رو دارم اینجا. مثلا طبق گزارشی که همین دوستا دادن که البته این گزارش همه واحدها هم در نظر فقط انتشار یافته است. طبق این گزارش چیزی حدود 348 واحد صنعتی عملا کارگران مواجه بودن با بسیار دستمزدهای پرداخت نشده. حالا این دستمزدهای پرداخت نشده گاهی وقتا 4 ماه بوده، گاهی وقتا 6 ماه بوده، گاهی وقتا بیش از این زمان بوده. و آماری که یعنی طبق این گزارش آماری که این دوستای ما در اتحاد بین المللی در واقع تهیه کردن، طبق این آمار چیز بوده 440 هزار نفر وارد اعتراضات، تجمعات و شکایت‌های به صورت دخیل بودن که خواست دریافت دستمزد را داشتن. این نشون میده که در سال جدید به نظر من این نشون میده که اولا در سال گذشته این یکی از عرصه‌ها بوده که کارگرها برای افزایش دستمزد دو پرداخت دستمزدهای به موقع مبارزه گسترده‌ای کردن و به نظر من با توجه به وضعیت اقتصادی که ایران داره هر دوی این زمینه‌ها ما شاهد خواهیم بود که شاهد اعتراضات کارگری و بسیار مبارزات کارگری خواهیم بود. نکته اساسی اینه که و شاید اشکال اساسی در این رابطه این بود که مثلا بگم نقطه ضعف این مبارزه این بود که به خصوص در رابطه با بستن کار چیز در رابطه با دستمزدهای معوقه، خب عملا این همبستگی بین این واحدهای تولیدی نبود. یعنی مثلا در مازندران یه کارخونه رو بستن، کارگرها اعتراض میکردن، یه ماه بعدش حالا حقوقشون پرداخت نکردن اعتراض میکردن، یه ماه بعدش در یه جای دیگه کارگرها اعتراض میکردن بازم با همون خواست با همون پرداخت دستمزد برگردیم روی اون روی اون چگونه چیز دیگه ای که بود. یعنی بعدش دیگه بود مسئله اخراج ها و تعطیلی کارخانجات بود. ما با خیلی از کارخانجات و چیزهایی مواجهیم، واحدهای تولیدی مواجهیم که بسته میشن، یعنی مواد اولیه ندارن به خاطر همون تحریم های بین المللی که هست، به خاطر افزایش در واقع قیمت ارز در واقع توانایی نداره کارخونه ها بپردازن و مهمتر از همه به خاطر وارداتی که دولت و در واقع این برادران قاچاقچی سپاه و اینا انجام میدن و روحانی انجام میدن، بسیاری از این واحدها امکان اینو ندارن که بتونن تولید کنن و ما شاهد اخراج های گسترده و تعطیلی ها هستیم. اینه چطور دیدی؟ چه تصویری از این اخراج ها و در واقع تعطیلی ها میتونید ارائه بکنید؟ بله ببینید، اینم یکی از معضلاتی که شما به درستی اشاره کردید، یعنی علاوه بر مسئله حداقل دستمزد یا دستمزدهای پایینی که کارگرها دریافت میکنن که کفاف زندگیشون رو نمیده و کفاف یک خانواده کارگری نمیده، علاوه بر اون مسئله دومی که بهش اشاره کردیم که دستمزدها به موقع پرداخت نمیشه، 6 ماه هفت ماه طول میکشه، مسئله دیگه‌ای که در ارتباط با همین ها هست و ما شاهد بالاخره اعتراض کارگری در همین زمینه بودیم، مسئله تعطیل شدن و یا نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی و بیکارسازی کارگرها کارگر باش مواجه بودن و اینم به صورت دست گسترده ای بود. این خودت هم اشاره کردی، مثلا بازم طبق گزارش هایی که بیرون منتشر شده و حالا منتشر شده به این دلیل که کارگرها اعتراض کردن، نمیدونم تجمع کردن، اعتصاب کردن و برای این خبرش بیرون اومده. بعد آماری که ما داریم، مثلا آماری که دوستای ما تهیه کردن، میگن در سال گذشته تا اونجا که میدونن، تا اونجا که خبرش اومده 100 واحد تولیدی عملا تعطیل شدن و کارگرشون به حساب بیکار شدن. در واقع اینا کارگاهی تولیدی هستند که بالای 10 نفر. بله مثلا از این 100 کارگاه
یا 100 واحد تولیدی، آماری که گرفتم واسه به تعطیلی این کارگاه ها و یا این واحدهای تولیدی باعث شده چیزی حدود 60,000 نفر از کارگرا کارشون از دست بدن. یعنی مسئله اخراج سازی ها، مسئله دستمزدها، مسئله عدم پرداخت به موقع دستمزدها و مسئله اخراج سازی ها از مسائل اساسی به سو کارگرایی بوده که کارگرها در سال گذشته بوده و اینا در واقع ارتباط هم دارن، ارتباط تنگاتنگی داره، دارن هر کدومش به هم دیگه. اون چیزی که مشخصه یعنی یه حمله گسترده ای از طرف دولت و کارفرماها در ایران به سطح زندگی و به خود طبقه کارگر، به شرایط زیست طبقه کارگر. دیدی از در واقع گزارشات انتشار یافته در نشریات مختلفه و در واقع کارگاهی که بالای 10 نفرن یعنی در واقع تحت شمول قانون کارن، بسیاری از در واقع کارگران ایران توی خصوصا زنان کارگر توی کارگاه زیر 10 نفره زندگی میکنن، کار میکنن و در واقع میشه گفت که وضعیت بسیار اسفبارتر از موقعیت کارگرانی که در کارگاه‌های بزرگ کار میکنن، یعنی در واقع امکان مقاومت و مقابلی اونها بسیار بسیار کمتره. و در هر حال اگر برگردیم به خود این، یعنی در واقع مسئله اخراج ها، بیکارسازی ها، عدم پرداخت دست به موقع دستمزدها و مسئله افزایش دستمزدها متناسب با تورم، حرکت های اعتراضی چه اشکالی داشتن؟ چه اشکالی از حرکت ها رو شما در واقع در تو این گزارشات میتونید تمایز بدید یا اینکه بگید که عمومیت داشته در واقع؟ بیشتر در رابطه با افزایش دستمزد به خصوص در واحدهای بزرگ صنعتی، همونطوری که خدمت عرض کردم، مثلا در رابطه با پتروشیمی، مثلا کارگرای پتروشیمی خب به صورت دست جمعی دست به اعتصاب زدن، یا در رابطه با کارگران معدن چادر ملو دست به اعتصاب زدن، بعد این حرکت اعتصابی بود. ولی در رابطه با اخراج سازی ها بیشتر شامل شکوایی ها بودیم و تجمع بودیم، شاید چون دیگه مسئله اعتصاب نبود، چون به هر حال مثلا اخراج کرده بودن، کارخانه تعطیل میشد، اینا خب اینا می اومدن وقت خیابونا رو میبستن، جاده ها رو میبستن و تجمع میکردن، جلوی وزارت کار میرفتن، نمیدونم جلوی فرمانداری ها میرفتن، در جلوی استانداری ها میرفتن، در مرکز استانداری، در نیجه به صورت تجمع اعتراضی بود. این اشکالی بوده که به صلاح بعد تجمع دیگه هم داشته، من اشاره کردم مثلا تجمعی که این هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی چیز کرده بودن، خب در ابتدا خب 40,000 نفر بعد از این مدت تومار رو امضا کردن، بعد اینا خب تجمع کردن جلوی وزارت کشور و این اشکال رو ما شاهدش بودیم. در این مثلا من خودم مثلا نگاه کردم دیدم مثلا ما توی یه سری از این خصوصا عدم پرداخت دستمزد ما یه سری شکایت ها رو داریم میبینیم، مثلا کارگرها شکایت کردن، نوشتن، شکایت نوشتن. یه سری در اوتا مسئله اخراج ها و بیکارسازی ها ما شاهد در واقع مثلا تظاهرات و تحصیل در مقابل مجلس وزارت کار و در واقع همین فرمانداری استانداری ها بودیم. بعد در کنارش خود این تومار نویسی هایی بود، یعنی این خود این هماهنگ کنندگان حرکت ها یه چیز فراکارخانه ای فراتولیدی رو سازمان دادن که تا حد زیادی میشه گفت امیدوار کننده بود، به واسطه‌ای که صدای عمومی یا وجدان عمومی طبقه کارگر، کارگران ایران رو نمایندگی میکردن در این. خود این حرکت چقدر بازتاب داشت؟ چطور این حرکت ها این به اصطلاح اعتراضات بازتاب داشت؟ چون ما چیزای فردی هم دیدیم که مثلا مثل اینکه خود روحانی رفته بود یه جایی یکی از کارگرها خودسوزی کرد، خودش رو سوزون، که واقعا یک چیز نشانه زندگی وحشتناکی، فشارهای اقتصادی وحشتناک که دست به خودکشی و چیز میزنن. چطور اون حرکت های جمعی رو چجوری ارزیابی میکنی اینا؟ ببینید اون مسئله توماری هماهنگ کنندگان به صورتیه اون تومار خب باید ازشون قدردانی بشه، به هر حال کاری بوده که انجام دادن و پیگیری کردن، به هر حال 40,000 نفر امضا کردن، یه حرکتیه که قابل قدردانی هست و باید ازش حمایت کرد.
از جمله نکات، از جمله به اصطلاح جنبه برجسته این حرکت اینه که همونجوری که خودت هم گفتی، این مسئله ای که میلیون ها کارگر باهاش روبرو هستن مسئله برجسته میکنه. ولی آیا این که از طریق تومار و از طریق تجمع اعتراضی میشه مسئله دستمزد رو به یه مسئله عمومی تسریع داد، به یه مسئله عمومی تسریع داد یا نه، من نمیدونم حقیقتش. ولی میخوام این نکته رو بگم که تا وقتی که این حرکت در سطح واحدهای تولیدی بزرگ مثل پتروشیمی‌ها، مثل ایران خودرو، تا وقتی که کارگرا در این سطح در واحدهای تولیدی نیان، که نمونه شما من اشاره کردم که داشتیم قبلا، در این سطح نیان و خواست مثلا دستمزد برابر با کفاف زندگی انسانی رو بده این مطرح نشه و خواست افزایش دستمزد رو در سطح کارخونه ها مطرح نشه و کارگرا دست به خصوص در واحدهای بزرگ صنعتی، و اگر به این صورت نشه فکر نکنم از طریق دیگه بتونیم یا فعالین کارگری بتونن در ایران به این سطح گسترده بتونن مسئله رو پیش ببرن. در نتیجه وابسته به اینه که کارگرها در واحدهای بزرگ صنعتی چه جور به اصطلاح عکس‌العملشون خواهد داد. ولی باید یادمونم باشه این یه نکته من بگم، درسته که ما در ایران الان تشکل مستقل کارگری نداریم، ولی این حرکتایی که مشاهدهش بودیم از نوعی از سازماندهی برخوردارن. وقتی 1500 نفر کارگر پتروشیمی یا 2000 نفر کارگر چادر ملو میره دست به اعتصاب میزنه، این یه نوع سازماندهی به هر حال برخوردارن این کارگرها. مهم همون سازماندهی هستش که در مثلا عرصه کارخونه در محیط کار سازماندهی هستش. و مسئله دیگه اینه که اگر بتونن، من نمیدونم چون به حال ما اطلاعاتمون کم بیرون، از بیرون داریم دنبال میکنیم مسائل رو، از بیرون دستی رو آتش داریم، اگر بتونن به اصطلاح فعالین کارگری منظورم فقط فعالین کارگری که فقط در تهران هستن نیستن، فعالین کارگری در اقصاقات ایران هستن، بتونن یه هماهنگی به وجود بیارن بین کارگر پتروشیمی و ایران خودرو و معادن مثلا، بعد اگر این هماهنگ بشه در کنار اون تومار به اصطلاح افزایش دستمزد، خب میشه در رابطه با افزایش دستمزد یه مبارزه گسترده‌ای رو سازماندهی کرد. مثلا من برام غیر از این مسئله خود در واقع خود این خواست واقعا یک زندگی انسانی متناسب که ما با طیف وسیع همه مردم ما در واقع این خواست رو دارن، و خصوصا ما با یک صف میلیونی بیکاران مواجهیم، جوانانی که جویای کارن، خواهان کارن، کار پیدا نمی کنن، و میلیون ها نفری که در واقع بیکارن و موقعیت وحشتناکی دارن. یعنی خود این خواست مسئله نان و کار که میتونست جنبش های عمومی حتی توی خاورمیانه و خیلی جاها رو به وجود آورد و سازمان داد، این بتونن این پیوند بخورن در واقع از طریق همین تشکل ها و نهادها و این هاست. به این واسطه هست که خود رژیم هم در واقع هراس داره، و ما شاهدیم که فقط رهبران کارگری و اعتصابات مثل شارق زمانی و رضا شهابی اینها رو دستگیر نکرد این مرد. این بار ما شاهد دستگیری بسیاری از فعالین معلم‌ها و جنبش‌های اجتماعی و بسیاری از کسانی بودیم که در اعتصابات بودن. چه ارزیابی، چه چیزی تصویری از این دستگیری‌ها و سیاست رژیم برای سرکوب شما داشتید اینا؟ ببینید بعد از اومدن روی کار اومدن روحانی، انتخاب روحانی در رابطه با روکرد به قول خودشون دولت به مسئله اعتراضات کارگری، ما یکی دو تا نمونه دیدیم که شاید نشون بده که این دولت بخواد، برای اینکه حدس میزنن، یعنی خود سیاست گذاران و اونایی که حالیشون میشه در همون چیزهای امنیتی در جمهوری اسلامی، اینا میدونن که با توجه به این وضعیتی که وضعیت اقتصادی که ایران داره، خطر به قول خودشون شورش گرسنگی رو، شورش نان رو در واقع میبینن و به همین دلیل حدس میزنن که ممکنه با این مسئله
روبرو بشن. و به همین دلیلی که ما شاهد بودیم که این دفعه وقتی که با اعتراضات کارگری روبرو می شدن، مثلا در رابطه با اعتراض کارگران معدن چادرملو، اینا حمله کردن به تجمع کارگری، یعنی نیروهای انتظامی را آوردن حمله کردن به تجمع کارگری، 8 نفر از کارگران رو گرفتن. در رابطه با کارگران راهسازی پرند بود، ساختمان سازی پرند بود، اینا اومدن 3-4000 نفر کارگر دست به تجمع زدن و اینا اومدن 100 نفر رو دستگیر کردن نیروهای انتظامی. یعنی بس الان دیگه مسئله همونجوری که خود شما گفتی، مسئله فقط یه فعال کارگری نیست، اینا دست به دستگیری گسترده میزنن، چون میدونن که این خطر از کجاست، یعنی ممکنه این گسترش پیدا بکنه و سرایت کنه به جاهای دیگه. این سیاستی که اینا اتخاذ کردن. ولی نکته اصلی به درستی اشاره کردی که من حالا اینجا شاید فرصتی است که بگم، چون خیلی ها که نه، بعضی نظرشونی که گویا کارگر فقط میره تو کارخونه، بعد اونجا کار میکنه و دستمزد میگیره، بعد برمیگرده خونه و فقط مسئله صنفی داره و مسئله فقط دستمزد مسئلهش براش هستش. اینا این مسئله دستمزد یکی از مسئله صنفی، یکی از مسئله کارگریه، مسئله اجتماع، مسئله کارگر. به خصوص در تو با فعالین کارگری باید بگم الان به خصوص در این شرایط، یعنی فعالین کارگری، حالا منظورم از فعالین کارگری هم فقط فعالینه که در تشکل‌های موجود هستن نیست، یه فعال کارگری در هر کجایی که ایران هستش، من منظورم این وظیفه رو به دوش همه فعالین کارگری سنگینی میکنه که به مسائل اجتماعی پاسخ بدن. میدونم سخته، ولی اگر قرار تحولی در ایران صورت بگیره، اگر قرار وضع کارگرها بهتر بشه، پاسخ دادن به همین مسائل اجتماعی که نه فقط مسئله کارگرهاست بلکه مسئله همه مردم هم هست. دقیقا. مسئله بیکاری مسئله کارگرهاست، یکی از اتفاقا مسئله کارگر هم هست بیش از همه کسای دیگه. وقتی که میلیون ها نفر طبق آمار خودشون نمیدونم 2-3 میلیون نفر بیکارن، طبق آمارهای دیگه 5 میلیون نفر بیکارن، خب کارگر میخواد اعتراض بکنه، دست به اعتصاب بزنه، خب تنش میلرزه، دست به عصا راه میره. برای اینکه اگر میگه خب صفحه بیکاران بیرون هستن و اخراج کنن، خب کسای دیگه رو میاره. پس مسئله بیکاری یک از مسئله کارگر هست، مسئله زندانی سیاسی مسئله کارگر هست. برای اینکه کارگر مبارزش به اینجا رسیده که رژیم نتونه کسی رو زندانی بکنه، زندانی سیاسی اگه آزاد بشن کارگر بهتر میتونه مبارزه کنه. مسئله تحقیر انسانیت یکی از مسئله هست، مسئله تبعیض جنسیتی مسئله کارگر هست، مسئله دانشجو مسئله کارگر هست. خیلی از فرزندان کارگر تو دانشگاه هستن. تغییری که در دانشگاه صورت میگیره، سرکوبی که در دانشگاه صورت میگیره مسئله کارگر است. من میخوام بگم که مسئله آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی احزاب مسئله کارگر است. یعنی فعالین کارگری که فقط دستمزد فقط هست، مسئله فقط محیط کارخونه براش اهمیت داره، اون فعال کارگری میبازه به مسئله به در عرصه اجتماعی میبازه. در واقع وجدان جامعه. آره. در نهیجه فعال کارگری آگاه اون فعال کارگری هستش که این مسئله ببینه، مسئله اتفاقا میبینن فعالین کارگری در ایران، همجوری که خودت هم در اول صحبت اشاره کردی، فعالین کارگری در ماهای اول ماهای 1-2 سال پیش اومدن یه سری خواستای عمومی، مطالبات عمومی که مطالبات کارگریه، یعنی پرچم کارگری در مقابل پرچمهای دیگه ای که بلند شدن. دقیقاً. چون الان میبینیم مثلا تو گرایش‌های بورژوازی رو علی‌رغم هر اختلافی که با هم دیگه دارن، الان همه‌شون امیدشون رو اصلا به روحانی و از دولت روحانی دفاع می‌کنن، برای اینکه انتظار هست که سرمایه جهانی میاد و ایران هم بخشی از سرمایه جهانی هست و بهتر هم خواهد شد و خب برای اونا بهتر خواهد شد. در نتیجه اونا آلترناتیوشون، حالا نمیگم همه‌شون، ولی خب بخش اعظمشون، بخش زیادشون آلترناتیوشون مشخصه، میخوان دولت روحانی باشه، با غرب کنار بیان و نیروی کار ارزان باشه. مثلا امارات، مثلا سرمایه خارجی میاد اونجا، کارگر رو هرجور دلش میخواد استثمار میکنه، بدون کارگر خاموش اونجا، بدون هیچ حق و بدون حق انسانی و حق کارگری، خب سرکوبش میکنه، استثمارش میکنه. اینا دنبال اونن، اون بهشتی که به قول خودشون میخوان بسازن در ایران، بهشت حالا سرمایه داری، اینا استثمار وحشیانه کارگرها قرار بر طبق مبنای استثمار وحشیانه کارگرها و فقر عمومی کارگرها چیز بشه. دستمزدهایی که تعیین میکنن بی دلیل نیست که تعیین میکنن، حداقل دستمزدها. در نتیجه فعالین کارگری و
و پرچم کارگری در مقابل پرچم اینا. پاسخ ما به این جامعه اینه. در واقع تصویری که ما دادیم، یعنی تصویری از فقر و فلاکت عمومی، کارگر ارزان، میلیون ها نفری که باز جویای کارن علارغم ارزان بودن نیروی کار، و همه این معضلات بزرگی که تا حد زیادی ما رو به یک دوره قحطی بزرگ در واقع میکشونه، یعنی با کودکان خیابانی، با مردم محروم از تحصیل، با زنان در واقع خیابانی، با مردم بیخانمانی که هستن، با این موقعیت و یک رژیم سرکوبگری که در واقع مدام قربانی میطلبه و در واقع رهبران کارگری، فعالین کارگری، فعالین اجتماعی رو به زندان میندازه. چطور میشه یک صدای بی صدای این توده عظیم رو در واقع انعکاس داد و خودتو، یعنی طبقه کارگر، فعالین کارگری، خودشون مساوی وجدان جامعه ما که میخوام زندگی انسانی بکنن، چطور خودشون رو در واقع میتونن انعکاس بدن؟ یه سرکوبگری رژیم، شکی توش نیست که یکی از بی‌رحم‌ترین رژیم هاست رژیم جمهوری اسلامی و یکی از سرکوبگرترین رژیم هاست، شکی توش نیست. ولی چیزی که به نظر من داره خودش بیشتر نشون میده این که سرکوب داره بی اثر میشه. معنی این گفته این نیست که رژیم از فردا دیگه کسی رو زندانی نمی کنه، اعدام نمی کنه، دستگیر نمی کنه، نمیدونم سرکوب نمی کنه، اینا این کار رو میکنه. ولی تأثیر اجتماعیش هی داره کمتر میشه. من فقط برای اینکه نمونه بگم، شما اگه به نوشته ها یا اطلاعیه ها یا بیانیه همین کارگر، فعالین کارگری که در زندان هستند دقت بکنید، میبینید با چه خشم و با چه ادبیاتی با رژیم وقتی صحبت میکنن، با چه جوری صحبت میکنن. یعنی این نشوننده اینه که به هر حال اون ترس دیگه به اون شدتی که رژیم فکر میکنه نیست. شارق زمانی همین امروز در شکستن حساب غذاش، قبل از شکستن حساب غذاش، مافیای قدرت و ثروت، یعنی به رژیم، در خود زندان رژیم میگه مافیای قدرت و ثروت. و در طور فعالین اجتماعی دیگه هم هست، یعنی شما که به ادبیات فعالین اجتماعی دیگه هم در ایران که در ایران هستن و علنی هم هستن دارن صحبت میکنن، یعنی که رژیم رو کاملا به چالش میتنه بنا علنا. در نتیجه این قدرت سرکوب داره کمتر میشه و تاثیر خودش رو کم کم داره از دست میده. در رابطه با اون مسئله اصلی که اشاره کردی که با توجه به این استثمار گسترده، بیکاری، تحمیل فقر و فلاکت، کودکان کار، نمیدونم زنان خیابانی و این فلاکتی که سرمایه‌داری بحران زده ایران ایجاد کرده در ایران، چی میشه کرد؟ اون صدای خاموش آیا همچنان خاموش خواهد بود و چجوری برآیند خواهد داشت؟ میدونی پیشبینی آینده مشکله، ولی نمونه های تاریخی رو داریم، نمونه های اخیر رو داریم. مثلا در رابطه با برکناری حسنی مبارک در مصر، کاری به نتایج اون تحولات ندارم، به اون نتایجی که به اصطلاح بهار عربی منجر شد ندارم، ولی میخوام یه نمونه فقط بگم که چجوری شد که حسنی مبارک مجبور شد که استعفا بده. از جمله ستون اصلی اون حرکتی که شد در میدان تحریر به صورت گرفت، نمودش بود، ولی مصر مواجه بود با اعتصابای گسترده کارگری، یعنی فلج شده بود مصر از اقتصادی، از کارگرای محلی، نساجی محله گرفته تا کارگران به اصطلاح راننده‌های اتوبوس در قاهره گرفته تا کارگران در بیمارستان ها، یعنی رژیم رو به تنگنا واداشتن و فلج کردن از اقتصادی رژیم رو. حسنی مبارک مجبور شد استعفا بده. میخوام اینو بگم که بدون در تحولات آینده ایران، به نظر من بدون حضور جنبش کارگری، بدون اعتصاب‌های گسترده کارگری، تحولی در ایران به نظر من، تحولی که تحول اجتماعی عمیقی که به هر حال نفعش به مردم برسه، بدون حضور کارگرها امکان پذیر نیست. یعنی قدرتی هست، اون قدرت عظیمی که اونجا هستش، خود رژیم بهتر از ما اینو میدونه، خود فعالین کارگری هم میدونن. و
و خود کارگرها در سطح توده‌ای به این قدرتشون پی ببرن، بعد اون وقت من مطمئنم که اون تحول اجتماعی که به همه این مسائل به نوعی پاسخ بده، یعنی اون چیزی که گفتم مطالباتی که طبقه کارگر مطرح خواهد کرد در مقابل جامعه، در رابطه با بیکاری میلیونی، در رابطه با بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها، در رابطه با تبعیض علیه زنا که اصلا انسان نیمه انسان شمرده میشن در اون جامعه، در رابطه با خواست آزادی تشکل، خواست آزادی بیان، خواست آزادی زندانی های سیاسی، این خواست هایی هستش که تنها طبقه کارگر میتونه واقعا به نظر من، نه اینکه کسای دیگه نمیگم، میگم که اجراییش کنه و قدرتش رو داره به نظر من اجراییش بکنه، برای اینکه تحولی من نمیتونم ببینم واقعا بدون حضور طبقه کارگر. ما گذشته تاریخی هم داشتیم، یعنی در انقلاب ایران هم اگر طبقه کارگر، کارگرهای شرکت نفت نیومده بودن به میدان و اون حساب بزرگا انجام نداده بودن، ما شاهد سرنگونی شاه نبودیم. یعنی الان همینجوری میبینیم. به عنوان حسن ختام، ما شاهد این نهادهای همبستگی با جنبش کارگری هستیم و یک نوع تا حد زیادی میشه گفت که خواست وحدتگرایی و همگرایی توی گرایشاتی که معطوف هم به جنبش کارگری چیه در حال شکل‌گیریه. شما فکر میکنید که ما به عنوان کسانی که حامیان این جنبش اجتماعی، جنبش کارگری هستیم، حامی جنبش آزادی و نان و مسکن آزادی هستیم، چه کار میتونیم بکنیم در سالی که در پیش رو داریم؟ اگه سوالت اینه که ما فعالین کارگری که در خارج هستیم چه کار میکنیم؟ دقیقا. چون فعالین کارگری در ایران به نظر من خب میدونم باید چه کار کنن، یعنی دقیقا. حالا شاید فعالین کارگری بر خارج از کشور بتونن، در بخیر ارتباط هست، تماسایی هستش، بعد اینا میتونن با هم دیگه تبادل نظر بکنن، ولی در رابطه با خارج از کشور خب وظیفه ما به نظرم در دو عرصه است. یکی این که صدای در واقع انعکاس بدیم مبارزات کارگری ایران رو در سطح جهانی و بتونیم جلب حمایت بین‌المللی بکنیم، برای اینکه این علاوه بر اینکه مسئله کارگر مسئله بین‌المللیه، مسئله جهانیه، علاوه بر اینکه یه ارتباطی با لازمه که بین حالا تشکل مستقل کارگری به اون مفهوم چیزی که علنی بخواد کار کنه، خب متاسفانه رژیم سرکوب کرده نمیذاره، ولی بیشتر بین فعالین کارگری و فعالین کارگری در سطح جهانی ایجاد بشه و دو همبستگی بین المللی کارگری جلب شده نسبت به مبارزات کارگری در ایران، چون این دست رژیم رو در تو سرکوب کارگری تا حد قابل توجهی، حالا یا به سهم خودش بهتره بگم، خب میبنده که رژیم نتونه در خاموشی سرکوب کنه فعالین کارگری رو و مبارزات کارگری رو. نکته سومی که در رابطه با بازم فکر کنم شاید هم به فعالین کارگری در خارج از کشور و هم به داخل کشور رب پیدا میکنه اینه که بتونیم در زمینه مسائل عمومی کارگری اتحاد عملی بین این همه فعالین ببینیم بر معضلات اصلی جنبش کارگری در کجاست و در رابطه با این معضلات ما چگونه میتونیم با روی هم گذاشتن نیروهامون، با تبادل و نظر، با همفکری بتونیم کمک کنیم به پاسخ دادن به این موضوعات، یعنی سر مسائل جنبش کارگری، سر مسائل اصلی جنبش کارگری بشه اتحاد عملهای خیلی گسترده ای را به صورت سازماندهی کرد. این کاریه که من به نظرم وظیفه هر فعال کارگری هم در خارج از کشور این سومی و هم در داخل کشور که بتونه سر اون مسائلی که بسا مشترک سر مسائلی که بسا نظر مشترک داریم و توافق داریم بتونیم همکاری مشترک هم داشته باشیم. امیدوارم که سال کارگری که آغاز میشه بتونه سال اتحاد عملهای گسترده و جنبش‌های بزرگ موفقی باشه که حداقل ما رو از این شرایط تاریک و از این دالان تاریک فقر و گرسنگی و استبداد بتونه رها بکنه. ممنون از اینکه این گفتگو رو کردید. خواهش میکنم و از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این امکان رو در اختیار من گذاشتید. قربانتون برم. مرسی.